کانال آلفا توی عکس آشنا شدیم حالا کانال آلفا توی تصاویر متحرک به چه صورت هست الان شما همونطور که این میبینید اینجا من یک تصویر دارم که پشتش پرده سبز و حالا میخوام اون پرده سبز رو حذف بکنم یه پلاگین هست من ازش استفاده میکنم به اسم پرایمت پرایمت کیر پرو نسبت به کیر های خود فانال مثل بلو سکرین گری سکرین حال و کیر های دیگه فیلتر بهتری هست و خیلی حرفه‌ای یه نکته خدمتتون بگم که اگر کار پرده سبز کار کامپوزیتی کار ترکیب زیاد داریم بهتر از نرم افزارهایی مثل شیک یا افتر استفاده بکنید و طبیعتا انجام دادن این کار توی فانال کال کار خیلی منطقی نیست حالا البته ما فقط صرف دیدن کانال آلفا اینجا میتونیم از این فیلتر استفاده بکنیم این فیلتر پرایمت ما یه اتو ستاپ داره اگه بخوایم میتونیم بزنیم و خودش میاد رنگ اصلیتون رو دیتکت میکنه اون رو حذف میکنه و حالا الی اگر نخواین از اتو ستاپش استفاده بکنین نحوه کارش به این صورتی که شما یه ست بک‌گراند کالر دارین اون رو انتخاب میکنین و حالا همونطور که می‌بینید یه مقدار از اینجا هم مونده و این همون جاییه که کانال آلفا به درد ما میخوره شما اگر الان این تصویر رو نگاه بکنید ممکنه دقیقا نشه فهمید کجاهای این تصویر مونده و کجاهاش درست کی شده من میتونم بیام از اینجا به جای که بگم آر جی بی رو نشون من بده میتونم بگم الفا رو نشون من بده و اینجا کاملا مشخص میشه که اینجاهای پرده موندن من میتونم بیام اینجا انتخاب بکنم این قسمت رو و همونطور که میگم مقدار بیشتر بشه انتخابم حالا میتونم کلین بک گراوند رو بزنم و بگم به سلکشنم میخوام این تیکه ها رو که مونده اضافه بکنم مثلا این قسمت حالا البته ما خیلی وارد جزئیات این کار بشیم ولی در هر صورت اگر بخوایم این کار رو انجام بدیم و همونطور که شما دیدید من میتونم این رو این کار رو انجام بدم از اینجا به این ور و به اون ور تصویر درست پرده نیست من ترجیحا حذفش میکنم مثلا یعنی کراپش میکنم ببخشید من این دوتا قسمت رو که پرده ما تموم شده در واقع حذف بکنم و همونطور که شما بینید دقیقا کانسپت و تفکر همون تفکر هست جاهایی که تصویر ما سفید دیده میشه همونطور که شما تو این تصویر میبینید و جاهایی که سیاه دیده نمیشه من یه مقدار دیگه فکر کنم بتونم این تصویر رو ببرم و حالا اگر من بخوام میتونم باز دوباره یه مقدار دقیقتر روی این تصویر کار بکنم هرچند که فکر کنم خیلی دیگه نیاز به اصرار روی یه سری چیزها نباشه از اونجا که ما خب به هر حال درسمون در مورد کامپوزیت نیست و بیشتر در مورد خود کانال آلفاست حالا شما اینجا اگر بیایید و تصویر زیریتون رو روشن بکنید و حالا من بیام اینجا از آلفا دوباره تبدیلش بکنم رو RGB شما میبینید که من کی خیلی درستی تونستم انجام بدم و کاملا قسمت هایی که باید حذف می شدن حذف شدن و حالا مثلا ممکنه بخوام این تصویر رو یه خورده بزرگتر هم بکنم که نسبت به تصویر ما فیت بشه من هایی رو قفل بکنم که یعنی انتخابش نکنیم به صورت تصویر و حالا فرض این تصویر رو من بخوام اینجا بذارم باز دقیقا همونطور که توی درس قبلی دیدیم میتونیم از این کانال آلفا این تصویر هم به عنوان ترابل مت استفاده بکنیم به طور مثال من میتونم بیام اینجا یک فیلم دیگر اینجا وارد بکنم به طور مثال این تصویری که اینجا داریم روی این تصویر بذارم و دقیقا همون کاری که توی درس در واقع البته بازم من یه تغییر بکنه سایزش و همونطور که باز توی درس قبلی دیدیم وسطی کانال آلفا شما بالایی کانالیه که تصویری که قرار کامپوزیت مود ترول مت آلفا براش در نظر گرفته بشه و پایینی هم که تصویر بکراند شماست و همونطور که شما می‌بینید باز اینجا از طریق کانال آلفای این تصویر من میتونم تصویر بالایی رو ببینم و همونطور که دیدید میشه از کانال آلفا به این شکل هم استفاده کرد پس ما نه فقط توی عکس بلکه توی تصاویر متحرک هم آلفا داریم و یکی از کاربرداش میتونه توی یک همچین شرایطی باشه